سرخط مهمترین های امروز. احتمال شدت گرفتن سرکوب جنگجویان مسلح مخالف نظام افغانستان. امریکا میخواهد بار دیگر از بم افغان های B-52 در جنگ افغانستان استفاده کند. جنگ با تروریسم است، اضافه تر از 20 گروه توریستی در افغانستان فعال هستند. بنان جامعه جهانی به هر شکلی که میفهمند باید جنگ در افغانستان ختم کنند. آمار امیدوار کننده سازمان ملل، شمار نیازمندان به کمک های بشر دوستانه در افغانستان 20% کاهش یافته است. دردسر یک کار خودسرانه، پلیس هرات فرمانده این قطعه به اصطلاح تشریفات را بازداشت کرد. و افزایش واکنشان نسبت به خشونت های کنونی در میانمار، سازمان ملل از سکوت آنگ سان سوچی انتقاد می کند. بنام خدا، سلام بر شما. به مهمترین ها از یک در عصر دوشنبه با من رئوف اجمل خوش آمدید. امریکا در نظر دارد در جنگ افغانستان از بم افغان های B-52 استفاده کند. برخی مقام های امریکایی گفتند که بم افغان های B-52 از قطر در ماموریت افغانستان سهم خواهند گرفت. در همین حال در یک نظرسنجی تازه در امریکا 45% شهروندان امریکایی از افزایش نظامیان کشورشان در افغانستان پشتیبانی کردند، در حالی که 41% دیگر مخالفتشان را با این کار اعلام کردند. وزارت دفاع ملی هم به فشارهای بیشتر بر هراس افغانان تاکید دارد. گشت و گذار بمب افغان های B-52 بار دیگر در آسمان افغانستان، چیزی که ظاهرا حکایت از جدیت امریکا برای تغییر وضعیت جنگ در افغانستان دارد. مقام های امریکایی با واشنگتن پست گفتند هدف قرار دادن هراس افغانان در میدان های نبرد وظیفه اصلی این بمب افغان هاست. برای تشدید حملات هوایی پنتاگون می خواهد از بمب افغان های بیشتر به افغانستان استفاده کند. گروه های متشکل از جنگنده های F-6، جنگنده های ایده تندربولت و بمب افغان های استراتژی B-52 در جنگ افغانستان به کار گرفته خواهد شد. اما ممکن بمب افغان های B-52 از قطر عملیات های هوایی در افغانستان را انجام خواهند داد. امریکا در سال 2001 میلادی نیز برای سقوط رژیم طالبان از این بمب افغان ها استفاده کرده بود، اما به کارگیری دوباره آن ظاهرا نشان می دهد که وضعیت در افغانستان پیچیده و هراس افغانان نیرومند شدند. جدا از این، امریکا در نظر دارد که یک واحد 100 نفری نیروهای دریاییش را نیز در بخشهایی از کشور مستقر کند. وزارت دفاع ملی هم با استقبال از تشدید اقدامها بر ضد هراس افغانان میگوید باید جامعه جهانی مسئله هراس افغانان در افغانستان را یک طرفه کند. شما میدانید که در افغانستان جنگ با تروریسم است. جنگ افغانستان نیست، جنگ داخلی نیست. و اگر جنگ داخلی می بود، این حق افغانستان بود که جنگ دوام می دادن. جنگ با تروریسم است، اضافه تر از 20 گروه توریستی در افغانستان فعال هستند. بنان جامعه جهانی به هر شکلی که می فهمن باید جنگ در افغانستان ختم کنن و در پالویش قوای مسلح افغانستان با پای استاد کنن، خوبتر با پای استاد کنن که این جنگ با زودی و با خوبی از بین برده شود. در همین حال در یک نظرسنجی تازه در امریکا 45% شهروندان امریکایی از افزایش نظامیان کشورشان در افغانستان پشتیبانی کردند، در حالی که 41% دیگر مخالفتشان را با این کار اعلام داشتند. همچنان در این نظرسنجی 68% از جمهوری‌خواهان و 30% از دموکرات‌ها افزایش نیروهای امریکایی در افغانستان را مؤثر دانستند. پیروزی در جنگ افغانستان بخش دیگری از پرسش‌ها در این نظرسنجی بوده است. 38% از جمهوری‌خواهان، 17% از دموکرات‌ها و 17% از نمایندگان احزاب دیگر بر پیروزی آمریکا در جنگ افغانستان مهر تایید زدند. در میان شهروندان آمریکایی 24% پیروزی واشنگتن در جنگ افغانستان را حتمی گفتند، در حالی که 40% نسبت به پیروزی آمریکا در جنگ افغانستان ابراز تردید کردند.
آگاهان تاکید دارند که راهبرد تازه واشنگتن بهترین فرصت را برای افغانستان فراهم کرده است تا از آن برای نابودی هراس افغانان استفاده کند. اما نبود یک دید واحد در درون نظام و اختلافهای داخلی ممکن حکومت افغانستان بیشترین استفاده را از این راهبرد کردن نتواند. مسئولیت دولت افغانستان اول امی است که از این استراتژی به صورت دقیق استفاده بکند، چی در داخل و چی در خارج. یعنی در داخل ما باید قوتهای خود منسجم بسازیم، اتحاد ملی خود باید به وجود بیاریم، نیروهای خود منسجم بسازیم، قوتهای خود منسجم بسازیم، کار به اهل کارش بسپاریم تا ما ضربات قوی را بالای دشمن وارد کنیم. این در حالی است که چند روز پیش وزیر دفاع آمریکا فرستادن نظامیان بیشتر آمریکایی به افغانستان را تایید کرد. در راهبرد تازه واشنگتن قرار است شمار نظامیان آمریکایی با توجه به وضعیت امنیتی در افغانستان افزایش و یا کاهش یابد. پیش از این قرار بود نزدیک به 4000 نظامی آمریکایی برای تقویت ماموریت حمایت قاطع به افغانستان اعزام شود. آلمان دین از اهل تسنن و تشیع در یک همایش بزرگ خواستار تقویت وحدت و همگرایی میان مذهب‌ها در کشور شدند. آنان در پنجمین همایش زیر نام همگرایی مذهب‌ها و نقش آلمان دین در امنیت و صلح می‌گویند که افراط‌گرایی در اسلام جا ندارد و هراس افغانان تکفیری با حمله بر مسجدها و نمازگزاران در تلاش نفاق میان مذهب‌ها به ویژه اهل تشیع و تسننند. آلمان دین تأکید می‌کنند که هراس افغانان در افغانستان برنامه‌های کشورهای دیگر را زیر نام اسلام به پیش می‌برند. اماده روسایی با جزئیات بیشتر. همایش آلمان دین اهل تسنن و تشیع زیر نام همگرایی مذاهب اسلامی و نقش آلمان دین در امنیت و رسیدن به صلح در کشور. دولتی که در اون جامعه زندگی آلمان برجسته از سراسر کشور زیر یک سقف اینجا گرد شدند و از عملکردهای هراس افغانان زیر نام اسلام نگرانی می کنند. ضربات کوبنده را بر پیکر اسلام همین افرادگرایان و همین گروه حق‌های تروریستی تکفیری وارد کردند، در حالی که روح و روان اسلام با افراطیت و همچنین با تفریط‌گرایی در تضاد است. اهل سنت با اهل تشیع یک جا زندگی کردند و منافعشان مشترک است. هر کسی که بخواهد که این پرنده امت اسلامی به یک بال به طرف نهضت بره و اشتباه میکنه. اینان میگویند که هدف قرار دادن افراد ملکی به ویژه نمازگزاران جواز شرعی ندارد و هراس افغانان با این کارشان برنامه های کشورهای بیرونی را در افغانستان به پیش میبرند. هلک المتنطعون قالها ثلاثه. پیامبر بزرگوار سه بار این جمله رو تکرار کرده و بر کسایی که تندروی دارند و از خط اعتدال خارج میشن اینها رو پرهیز داده، اینها رو سرزنش و نکوهش کرده. این نگرانی نیز بجاست که یک سلسله جریانهای فکری افراطی که عمدتاً از بیرون از کشور الهام میگیرن و ترویج خشونت و نفرت مذهبی و حتی قومی جزء اهداف آنها می باشند که اگر جلوی آنها گرفته نشود ممکن است که ما آینده صلح و امنیت را در افغانستان تا حدی تاریک ببینیم. اینجا همچنان بر تقویت وحدت و یک پارچگی مذاهب در افغانستان تاکید می شود. خداوند تبارک و تعالی دست به دست هم داده شود تا زمینه وحدت و یگانگی و هم نظری و هم فکری و هم دلی علمای جهان اسلام پیدا شود. او زمان میشه که افقهای روشن شود به سمت اتحاد امت مسلمه و جامعه اسلامی. میگویند پیروهای مذاهب تسنن و تشیع در کشور دوروی یک سکند و هراس افغانان با عملکرد نفاق افغانیشان موفق نخواهند شد. در اینجا از عالمان دینی ایران نیز دعوت شده است. دنیای پیچیده امروز را با اجتهاد عمیق فقهی میتوان اداره کرد. این را امام راحل و عظیم الشأن ما بر این تأکید داشت. بزرگانی هم در عالم اهل سنت بودن بر این تأکید داشتند. اجتهاد اصیل
سه آگاه، چهار آگاهی درست و تحلیل عمیق سیاسی و اجتماعی، اینکه فرهیختگان امت اسلام معادلات قدرت و تحلیل سیاسی دنیا را داشته باشند. هراس افغانان در چند سال پسین با حمله بر مساجد در مرکز و ولایات خونین ترین رویدادها را راه اندازی کردند که در پایان صدها تن از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. به تازگی دو مهاجم داعشی با حمله بر مسجد امام زمان در خیرخانه نزدیک به 40 تن را کشته و ده ها تن دیگر را زخمی ساختند. حمله های هراس افغانانه بر مکان های مقدس رو به افزایش است. تنها در 9 ماه پسین بیش از 100 غیر نظامی در حمله های هراس افغانان به مسجدها و تکیه خانه ها جان باخته و نزدیک به 150 تن دیگر هم زخمی شدند. برخی آگاهان از سکوت حکومت در برابر جنایت های جنگی گروه های هراس افغان انتقاد می کنند و بر اصلاح روش تدریس در مدرسه های دینی تاکید دارند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم محمد غازی رسولی. افزایش چشمگیر حمله به مکانهای مقدس در یک سال پسین. در سال 1396 خورشیدی دو مهاجم مسلح در ماه جوزای امسال بر مسجد الزهرا در غرب کابل حمله کردند. در این حمله 4 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. دو ماه پس از آن مسجد جوادیه در هرات نیز هدف حمله قرار گرفت که 29 نمازگزار کشته و 64 تن دیگر زخمی شدند. آخرین مورد از حمله گروهی هراس افغانان به مکانهای مقدس هم برمیگرده به مسجد امام زمان در منطقه خیرخانه. هراس افغانان در یک جمعه خونین نمازگزارانی را که به خاطر ادای نماز جمعه در داخل همین مسجد جمع شده بودند هدف قرار داد. در این رویداد دست کم 30 تن کشته شدند و بیش از 50 تن دیگر هم زخم برداشتند که شامل کودک‌ها و بانو هم میشه. اما پرسش هایی که ذهن بسیاری ها را می آزارد این که وظیفه حکومت در برابر شهروندان چیست و مهاجمان انتحاری از کجا می آیند؟ همه مردم افغانستان، اعم اشیاء و سنی، این سؤال را باید از دولت بکنه که آیا تأمین امنیت به عهده چی کسی هست؟ مسلمه، معلومه که باید امنیت یک مثلا شهرونده باید دولتش بگیره. مسئولیت بیشترین رویدادها را گروه های داعش و طالبان پذیرفتند. برخی آگاهان وظیفه حکومت در برابر این گونه کشتار را سکوت نمی دارند و تاکید دارند برای بیرون رفت از چالش های موجود باید چاره ای اندیشید. دیریست صدا می زنیم، نعره می زنیم که باید نصاب درسی مدارس دینی آنها باید مورد بازنگری قرار بگیره. نصابی که باید جاگزین شوه آنها محبت و برادری را باید بکاره، نه نفرت. با این همه راهکار نیروهای امنیتی به ویژه پلیس برای امنیت مکانهای مقدس همانند مسجدها چیست؟ روی یک پلان امنیتی برای تدابیر امنیتی این مساجد کار شده که بیشتر در پهلوی از اینکه ما تدابیر میگیریم برای امنیت این ساحات از مردمم تقاضا شده که چگونه معلومات خود شریک بکنند، چطور اینا همکاری نزدیک و تنگاتنگ با ما داشته باشند تا اینکه ما بتانیم یک تدابیر خاص و یا یک برنامه خاص امنیتی را در او ساحه اتخاذ بکنیم تا اینکه خدای نخواسته در آینده هیچ مشکلی پیش نبیه. بسیاری ها هدف این گونه حمله ها را نفاق افغانی و جدایی میان پیروان مذهب های شیعه و سنی در کشور می دانند. اما در تازه ترین مورد با پایان حمله به مسجد امام زمان در کابل، حتی خانواده های قربانیان این گونه حرکت های نفاق افغانانه را در کشور بی تاثیر خواندند و بر اتحاد میان تمامی باشنده های کشور تاکید کردند. شمار افراد نیازمند به کمک های بشر دوستانه در افغانستان 20% کاهش یافته است. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد میگوید به دلیل کاهش میزان برگشت کننده ها و رسیدگی به موقعی برای آسیب دیده های رویدادهای طبیعی، میزان تقاضا برای کمک های بشر دوستانه نیز کاهش یافته است. هرچند که آگاهان باور دارند میزان افراد نیازمند در کشور رو به افزایش است و حکومت وحدت ملی نتوانسته در این مورد جامعه جهانی را قانع سازد که به آنان کمک کند. رابعه سادات. افغانستان کشوری است که نزدیک به 10 میلیون نفوس آن زیر خط فقر قرار دارد. حملات هراس افغانانه و نیز رویدادهای طبیعی به میزان فقر مردم می افزاید.
اما بعد تازگی اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته است که میزان تقاضا برای کمک به افراد نیازمند در این کشور کاهش یافته است. شمار افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان در 6 ماه نخست سال جاری میلادی به دلیل کاهش میزان برگشت کننده ها و کم شدن حوادث بزرگ طبیعی تا 20% کاهش یافته است. حالا این مسئله با استقبال وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی روبرو شده است. سال گذشته ما نقاطی که از برفکش ها آسیب پذیر بود، ما قبل از اینکه برفکش ها بیان نقاط شناسایی شده بود و پلانی بسیار خوبی زمستانی داشتیم و کمک های بشری هم در هر جای جابجا شده بود. اما چرا با توجه به میزان بلند فقر و افزایش درگیری که منجر به بیجا شدن هزاران خانواده در کشور شده است، میزان تقاضا برای کمک های بشر دوستانه در کشور کاهش یافته است؟ دوی نشی کولای چې تر څو پورې هغه څوک چې دلته ناست یا کار کوي په دغه برخه کې، ځانګړي برخه کې چې د کورنۍ کډوالو برخه ده، په دغه برخه کې هغوی لا تر اوسه پورې ونه شو کړی چې دوی ته قناعت ورکړي. یعنی مدیریتي ضعف ده. دوی نشي کولای چې اصلا هغه کومې ستونزې چې دي هغوی رابرملا کړي، هغه ستونزې دلته بهرنیانو ته مخکې کېږدي چې دغه ستونزه ده. دې تر څنګ د دغو ولایاتو د ولسوالۍ نه خلک راغلي دي، یا کابل ته او یا هم د ولایاتو مرکزونو ته. نو د دې په خاطر باید د دو سره ډېره مرسته وشي. از سوی هم اوچا یا اداره هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل از تداوم خشونت ها در برابر امداد رسانان بشری ابراز نگرانی کرده است. در 6 ماه نخست سال جاری میلادی در پی هدف قرار گرفتن امداد رسانان 9 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. 69 حمله تنها بر مراکز درمانی، کلینیک ها، بیمارستان و سایر تسهیلات درمانی بوده است. سازمان ملل متحد پیش از این اعلام کرده بود که 9.3 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. اما آمار تازه نشان می دهد که در حال حاضر 7.4 میلیون شهروند نیازمند وجود دارد. چیزی که سبب شده تا مقدار بودجه کمک های جامعه جهانی به این کشور در سال جاری نیز از 550 میلیون دلار به 414 میلیون دلار کاهش یابد. پلیس هرات فرمانده نگهبانان مارکت خراسان را به دلیل اجرای خودسرانه قطعه تشریفات نظامی به رئیس اتحادیه صرافان این ولایت بازداشت کرده است. بر بنیاد اصل‌های نظامی، تنها رئیس جمهور و معاونانش و نیز وزیران امنیتی و فرماندهان قطعات صلاحیت معاینه قطعه تشریفات نظامی را دارند. اما رئیس اتحادیه صرافان هرات میگوید که هدف او آموزش چگونگی اجرای قطعه تشریفات به محافظان صرافی بوده است. هنگامی که اصول و لباس پلیس مورد تمسخر قرار می گیرد. معاینه قطعه تشریفات نظامی از سوی یک فرد ملکی و غیر مسئول دولتی. اینجا شماری از کسانی که یونیفرم پلیس بر تن دارند آماده شدند تا قطعه تشریفات را بر رئیس اتحادیه صرافان هرات تقدیم کنند. رئیس اتحادیه صرافان هرات هم همچون یک مقام ارشد حکومتی و نظامی قطعه تشریفات را این گونه معاینه می کند. این کار در روزهای عید صورت گرفته است. عید به معنای مسخره کردن بوده، به معنای سوء استفاده از موقف بوده که این اتفاق افتاده. این یک ذهنیت بسیار خرابی است، به این معنی که یعنی که هر کس هر کاری که دل از او خواسته باشه میتونه انجام بده و هیچ فرسانی وجود نداره. نظام که هست باید تحت سلطه دولت باشه، نه شخصی افراد ملکی. استفاده سو از نظام نباید داشته باشه. به دنبال واکنش های گسترده نسبت به این کار، پلیس هرات مسئول محافظان صرافی را که قطعه تشریفات را بر رئیس اتحادیه صرافان هرات تقدیم کرده بود بازداشت کرده است. هیئت مختلط از بخش‌های کشفی و استخباراتی از به هدایت شخص قماندان سیستم امنیه به خاطر بررسی و تحقیقات بیشتر موضوع توظیف شدند تا اینکه ببینین اگر هر کس خلاف قانون و مقررات عمل کرده باشه به ارگان‌های عدلی و قضایی سپرده میشه. و لازم به ذکر است که یک فرد که مسئول عمومی ایگاردها هست که خود این فرد
میقطه تشریفات را سازماندهی کرده بود هم از طرف پلیس بازداشت شده و فعلا تحت نظارت قرار دارد. وزارت امور داخله هم میگوید این افراد سربازان پلیس نه بل محافظان شخصی مارکت صرافی هرات هستند. اما در تصاویر دیده می شود که همه این افراد لباس پلیس بر تن دارند. اینا هیچ گونه منصوب نظامی وزارت داخله نیستند. تنها لباسشان نظامی است و بیشتر مسئولیتشان تامین امنیت صرافا و خودمی سرایی که مربوط به صرافاست مربوط ازی میشه. اما پاسخ رئیس اتحادیه صرافان هرات او کدام کس تقدیم نشده صرف به خاطر آموزش بوده که اگر وقتی چون همیشه قماندان صاحب امنیه و رئیس امنیت ملی و همچنین اراکین بلندپایه دولتی به خاطر کنترل و اوضاع امنیتی به داخل اتحادیه میان اگر وقتی اونا به خاطر کنترل مسئولین امنیتی میان همچنین اعتراض از اونها گرفته بشه. این همه در حال است که همکنون هزاران سرباز پلیس به جای انجام وظیفه اصلیشان برای محافظت از وکیلان پارلمان، سیاستگران و زورمندان مصروف هستند. سازمان ملل متحد از بی‌توجهی رهبر میانمار نسبت به اقلیت مسلمان در این کشور انتقاد کرده است. گزارشگر سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشر در میانمار گفته که تاکنون رهبر این کشور حتی خشونت‌ها بر ضد اقلیت‌های مسلمان در روهینگیا را محکوم نکرده است. از سوی هم اندونزی نخستین کشور مسلمان است که وزیر خارجه اش را برای توقف این خشونت‌ها به میانمار فرستاده است. ادامه انتقادها از برخورد خشونت‌آمیز با اقلیت‌های مسلمان در روهنگی‌های میانمار. گزارشگر سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشر در میانمار از رهبر این کشور انتقاد کرده و گفته که از اقلیت‌های مسلمان روهنگیا پشتیبانی نکرده است. موقعیت دشوار آنگ سن سوچی رهبر میانمار را درک می‌کنیم، اما او تا کنون خشونت ها در برابر اقلیت های روهینگیا را محکوم هم نکرده است. از سوی هم امروز شماری از فعالان جامعه مدنی اندونزیایی در برابر سفارت میانمار در جاکارتای اندونزیا دست به تظاهرات زده و خواستار پس گرفتن جایزه نوبل از رهبر میانمار شدند. رئیس جمهور اندونزیا هم وزیر خارجه اش را برای توقف خشونت ها در برابر اقلیت های مسلمان در روهینگیا با میانمار فرستاده است. اقدام های قاطع باید انجام شود و دولت اندونزیا متعهد به کمک به حل بحران انسانی است و وزیر خارجه اندونزیا به بنگلادش نیز سفر خواهد کرد تا مقدمات لازم برای کمک های بیشتر انسانی در آنجا را فراهم کند. وزارت امور خارجه افغانستان با نشر خبرنامه برخورد نظامیان میانمار با اقلیت‌های مسلمان در این کشور را نسل کشی خوانده و محکوم کرده است. این وزارت از سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری جهان نیز خواسته که کشتار مسلمانان در این کشور را به گونه جدی بررسی کنند. بر بنیاد آمار سازمان ملل متحد در 10 روز گذشته 87,000 مسلمان روهنگیایی که خانه هایشان با آتش کشیده شده از این کشور به بنگلادش فرار کردند. هرچند نظامیان میانماری گفتند که خود اقلیت های مسلمان خانه هایشان را سوزاندند، اما سازمان ملل میگوید مشکل است که این حرف را باور کرد. ممنون از همراهیتان، وقتتون خوش، خدا نگهدار.